عزیزی هستم و شماها دیشب موفق شدین که دایرکت منو بتره کنین خیلی بهتون تبریک میگم و منو مجاب کردین که این ویدیو رو براتون بگیرم اینکه چطور یه لیوان آبو به یه لیوان یخ تبدیل کنیم درست گفتم آره یه لیبان آب به یخ بریم که ویدیو رو شروع کنیم و مواد لازمه رو از همین حالا تهیه کنین یه لیوان یخ یه لیوان آب و یک عدد لیوان خالی من این ویدیو رو براتون میگیرم اما وای به حالتون نریم این تکنیک و یادش بگیرین خیلی خوب میرید تمرین میکنین ویدیو بگیرین و حتما برام بفرستین که راجبش صحبت بکنیم گپ بزنیم و امیدوارم که به نتایج خوبی برسین بریم که شروع کنیم با لیوان خالی شروع میکنیم ابتدا یخا رو میام داخل لیوان میریزم اما به سختی و اینجا میام دونه دونه یخا رو از داخل لیوان برمیداریم بدون که لیوان جابجا بشه بچه من اینجا یه نکته خیلی مهم رو بگم که اگر از لحاظ زمانی ریختن یخ و ریختن بعد آب یکی باشه دستتون توی تدوین با سر تدوینش به مراتب ساده تره اما اگر از لحاظ زمانی یکی نشد یعنی مثلا ریختن آب یه مقدار طولانی تر از ریختن یخ شد که قاعدت هم این اتفاق میفته میتونین با اسپید انقدر باهاش بازی کنین سرعتاشون رو شبیه به هم بکنین خب حالا اینجا لیوان آب رو میارم و لیوان آب رو اضافه میکنم چه فاجعه ای بود من چون تایم هم نداشتم دیگه همین یه بار رو رکورد کردم بعد خواستم شبیه اون یکیش ادامهش رو ریختم خب اینجا تموم میشه و بنده خیلی خوشحالی میکنم و حالا نتیجه رو ببینیم بله عالی خب یه بار دیگه ببینیم من صدای هم گذاشتم که خیلی طبیعی تر بریم که شروع کنیم ما اینجا دو تا لایه داریم لایه اولمون ریختن آب لایه دوم ریختن یخ من این لایه دوممون که یخ هستش میام بالای لایه آب میذارم ماسکمون رو باید روی لایه دوم که یخ هستش اعمال کنیم توی ایفک کنترل از این سه تا شیپی که برای ماسک اینجا قرار گرفته من وسطی رو انتخاب می کنم که در واقع مستطیل بهمون به میده. اینو میارم پایین و تقریبا ببینید این لبه اگر قرار بدیم خیلی بهتره. من یه مقداری اینجا زوم کنم. خب این لبه اگر قرار بدیم خیلی این در واقع ماسکه مشخص نمیشه لبه یه لیوان میتونینم ماسکتون رو از اینجا بذارین اما یه کمی کار رو سخت میکنه خب من اینجا یه مقدار بهش فدر میدم خب حالا بیایم روی سایز اصلیمون و خوبه میشه گفت تقریبا خوبه آره فقط انتهاش این آبه یه مقدار بیشتره و من میام اینجا اسپیدم و میذارم روی مثلا هشتاد بیشترش میکنیم روی هفتاد میزنم خب بهتر شد روی سایز فیت ببینیم به این صورت برین انجام بدین ببینم که چی کار میکنین البته اگر اینو به صورت حالا دقیق تر بخواید نگاه کنین و خیلی بخواید حرفه یا تخصصی تر کار کنین از توی همینم هم کلی میتونین سوتی در بیارین صدای یخ هم بهش اضافه میکنم که خیلی طبیعی تر بشه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و اگر فکر میکنین دوستانی دارین که این ویدیو براشون ممکنه کارآمد باشه براشون ارسال کنین و اینکه من کانال یوتیوب و تلگرام و همه اون جایی که میتونین پیدا کنین رو روی پیجم قرار دادم تا ویدیو یه بعدی خدافظ